دوباره خوش آمدین ادامه صبح زندگی با شما هستیم. بخش صدای شما هموطنان عزیز، مشکلاتی که شما دارین همیشه در بخش صدای شما تماس های می داشته باشین. امروز هم در رابطه با موضوع برنامه می خواهیم تماس های شما را داشته باشیم. 070-111-4090 شماره تماس برنامه بخش صدای شما هست. مهمان گرامی ما آقای جلال الدین شمس، سخنگوی اداره اطراف با ما هستند. جناب شمس صاحب سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی. وعلیکم السلام تاسو او در ارینا تلویزیون ټولو قدرمون لیدونکو ته سلام او احترام دروند. مننه کورما باد جون دایو صاحب. در رابطه با مشکلات شبکه‌های مخابراتی و نرخ‌های مکالمات اینترنت که خیلی هموطنان ما همیشه به این مشکل مواجه بودن و هستن، بخصوص ساعاتی که هفته گذشته هم تماسهای داشتن صاحب مکرویان ها در رابطه با خدمات صحبت هایی داشتیم، در رابطه به که درست کار نمیکنه شبکه های مخابراتی و همچنان صاحب دالمان چهل ستون. میخواییم بازم دیدگاه شما را داشته باشیم که آیا توجه صورت گرفته، میتونه هموطنان عزیز ما به خوبی حالا استفاده بکنن؟ بلکل، پتیر برنامه که هم چی من زنی هوادوالو شکایت وړاندې کړی و زنی ساحونا پاگی که ده مکرانو ساحا و چی طول مکران ساحا که ده خدمات کیفیت دیر ټیټ ده او ډیر مشکلات سر خلق مخ دی. ده موضوع ده ډیر پخوانه ده مشکل موجود ده پا طول مکرانو که لکونو که خدمات ډیر پایین دی، ډیر کمزوری دی. اترای داری مخ که هم کوشش کرده و چی شرکتونو مانده فشار راولی و ده خدمات دل تخشی. د اسلامي امارت راتک سره بیا هم یو ځل د ځایي اوسیدونکو د شکایت په اساس باندې اترا ادارې د مخابراتي شرکتونو سره جلسات درلودل او په هغې کې په دوی باندې فشار راوړل شو چې دوی دغه ساحو کې نوي انتنونه ولګوي. ټول مخابراتي شبکې دې ته تیارې دي چې دلته انتنونه ولګوي، خو متاسفانه چې د ځایي خلکو او خپله د مکرایانو چې کوم مشوره ده او د دوی مشران دي هغوی اجازه نه ورکوي چې په مکرانو کې د مخابراتي انتن ولګېږي، نو دا یو ډېره غټه ستونزه جوړه شوې ده. خب خیلی ها میگن که همی انتنهای مخابراتی از رسانه ها تاثیرات بسیار منفی میگذارن، نه تنها بالای بزرگ سالا برای اطفال جنین، ای هم یک عوارض جانبی مشکل همی است. مشکل همی است که هیچ مشکل نداره سایت های مخابراتی، هیچ کدام ضرر نداره، هیچ چیز نداره. از طرف ITU International Telecommunication Union گفته شده که هیچ ضرر نداره. بازم می شورای مکرویان ها که است اونا اجازه نمیدن. مردمش جوانایش شکایت میکنن که اینترنت و کیفیت بسیار پایین است و اینا اجازه نمیدن. شرکت های مخابراتی مکمل آماده است، اینا هم وسایل و چیزها هم آماده کردن که اوجه نصب کنن، خو اینا اجازه نمیدن. خود تا زمانی که امکانات اونا فراهم نکنن خود طبعا شکایت هایشان هست، پس بگذارن اجازه بدن. شکایت ها مستقیما به اداره اطرام میایه؟ میرسه به اداره اطرام، میرسه در رسانه هم در مختلف جایا اینا مردم شکایت میکنن. خب مشکل ایجاست که خود شورای مکرویان ها که هست، بزرگان که هست، اونا اجازه نمیدن. نمیفهم اونا نمیفهمند این موضوع را که برای صحت کدام ضرر نداره، کدام مشکل نداره. خب داخل معلوماتی قرار دارن. بالکل، همین مشکل است. انشالله که مشکل مرفوع شوه. زما غوښتنه هم د میکرانو دغه کم شورا چې د دوی چې مشران دي، دوی نه غوښتنه داده چې دوی اجازه ورکړي د اطرا ادارې ته او خپله مخابراتي شرکتونو ته چې دلته سایټونه نصب شي، نوي سایټونه که دلته ولګېږي د ټولو میکرانو مشکل حلیږي د خدماتو. بسیار خوب. چقدر میار شده بعض شرکت های مخابراتی؟ یعنی قابل قبول هست اداره اطراف سروی کردن، بررسی کردن که کمپانی مخابراتی کارشان خوبه نسبتاً؟ طبعا ستونزی موجودی دی، شکایت دیر زیاد دی خدماتو نه. من گو تاسی خبال امور سر دی مشکل سر مخلو بله. مخابرات و بخش که کیفیت که خاص کرده انترنت پا سپیت که دیر زیاد ستونزی موجودی دی. خو فعلا چې کوم برنامه او کوم پلانونه دي د هغې په عملي کولو سره به تر ډېره حده دا مشکل حل شي. داسې سیسټمونو باندې کار روان دی د فریکوینسۍ د اخلال د مخنیوي دپاره، سپیکټرم مانیټرنګ سیسټم په ټول کابل کې مونږ فعالوو چې دې سره به د فریکوینسۍ اخلال لرې شي. فریکوینسۍ اخلال چې کله ختم شي کیفیت ښه کېږي، نوي انتونونه جوړېږي، مخابراتي شبکې باندې فشار راوړل شوی دی او دوی هم غواړي چې نوي سرمایه ګذاري وکړي. د کیفیت اندازهګیري کېږي. په لومړي ځل باندې مونږ ټول افغانستان د کیفیت اندازهګیري وکړه، مونږ چې کوم سیسټمونه مونږ لرو او مونږ معلوم کړه چې کیفیت لیول په کوم ځای کې دی.
نو شرکتونه مکلف دي چې د قانون او د طرز العمل په اساس باندې چې دوی ته کوم پیرامیټرز ورکړل شوی دي د کیفیت هغه باید پوره کړي. نو اوس ان شاء الله چې په دې باندې کار روان دي چې د کیفیت نور هم ښه شي. خیلی عالی. د قسمت قیمت های بساهای اینترنتی چگونه توجه صورت گرفته که نرخاب پایین مردم چون خیلی ها بیکار هستن آید ندارن باید قسمت بساهای اینترنتی هم توجه صورت بگیره؟ بلکل د اینترنت بسته یو سه قیمت دی که در گوانده های وادون سر مقایسه کرو خو ترده را حد کمی شوی دی که تیرو کلون تاو گرو مثلا یو جی بی اینترنت 200-300 افغانی بنده رای که دو اوس یو سلس افغانی بنده یو جی بی اینترنت ورکول کیگی هم دا غصی پر لوڑ بستو که هم دیر کمی را غلی دی مثلا زیاد مخابرات شبکی 40 جی بی اینترنت پر زر افغانی بنده ورکوی تقریبا دیر فرق پکی را غلی دی کوشش روان دی چون نور هم قیمتون را رقابت چطور پیش میره سالم است؟ رقابت دوی ترمین زیاد شوی دی کم قیمت چې دوی ته د اطرای ادارې لخوا نه ټاکل شوی دی اوس دوی مکلف دي چې رقابت ایجاد کړي دوی مجبور دي چې قیمتونه هر یو رقم کړي چې مشتریان زیات کړي نو یو څه رقابت مارکیټ کې ایجاد شوی دی. خیلی خوب. میایم سر ای که اطرا کدام قیمتها را واگذار کرده به شرکت های مخابراتی تماس های همتنهای عزیز ما را داشته باشیم شمس؟ درست است. 0711-4090 شما همتنان عزیز هر گوشه کنار از افغانستان کابل مشکلات دارین میتونین دیدگاهتان با ما شریک بسازین. بله سلام صبح بخیر. بفرمایید تماستون وصل است. بله. میشه صدای تلویزیونتون رو پخش بکنید ما آوازتون رو بشنویم. بله. خب هموطنان عزیز زمانی که تماس میگیرین لطفا جای مناسب رو اختیار بکنین از تلویزیون رادیویتون دورتر باشین تا که ما صدای شما را بشنویم مشکلی که دارین مشکل شما حل شوه. جناب شمس صاحب سخنگوی اداره اطراف با ما هستن و کسایی که بله سلام صبح بخیر. وعلیکم السلام جواد بخیر خدا خوب سلامت صبحتون بخیر برادر عزیز. کی هستین از کجا تماس گرفتین چی مشکل داره؟ ما از ولایت قندوز ولفاری امام صاحب نام رومل است. خب رومل جان چی مشکل دارین در قسمت کمپانی مخابراتی مکالمات اینترنت؟ دو تو مشکلات خانه دارم مدام جو دو مشکل دارم ما دو جای تو اصلا میگم افغانستان کی کار نمیکنه تا که من انتن صاف نکنه کار نمیکنه دیگه یک مشکل دیگه دارم بخش چیز داشتن دمی بامر بن معروف که هم به دونا شما بگین که همی بایتار یعنی مهر که هست مهر زنا بسیار زیاد روز شنبه منتظری بخش ما باشین. تشکر برادر عزیز موضوعی را که شما شریک ساختین ادامه بتین میخواییم بشنویم. خب به هر صورت ما امروز مشکلات ما مشکلات مخابراتی است. خب تماس بعدی را میگیریم. بله سلام صبح بخیر. بله سلام علیکم. سلام برادر عزیز صبحتان بخیر. کی هستین از کجا تماس گرفتین؟ از ولایت بغلان به تماس شدیم درباره در مورد پاسپورت میخواستم صحبت بکنم. شما گفتین که روز چهارشنبه همراه خود نماینده ریاست پاسپورت گپ بزنیم با خاطر ما. خب امروز این بخش ما اختصاص یافته به مشکلات مخابراتی در افغانستان سخنگوی اطراب ما هستن. بله سلام صبح شما بخیر. تماس بعدی از هموطن ما را می داشته باشیم. بله سلام. سلام خوب هستین از مالستان زنگ زدم غزنی مالستان. بفرمایید برادر عزیز نامتون چی مشکل داره؟ مشکل ما است اینجا اینترنت ندارم. اینترنت در مالستان اینترنت نداره؟ اینترنت نداره. اینترنت چیزیش نیست. من تمام مخصوصی مالستان است. چی استفاده میکنین خیش؟ ما از وای فای استفاده میکنیم مجبور هستیم دیگه اینترنتی چی نداریم مخابراتی از پایهای مخابراتی. خوب سوال شما را گفتم شمس چیز گفتنی دارین برای برادر؟ نه در سایتتان بیخی کدام سایت مخابراتی نیست یا چطور؟ سایت مخابراتی خو هست نه امتین هم هست و سلام هم هست ولی یا تریجی نداره هیچ کدام شم سایت یاد داشت کردیم. تشکر برادر. تماس بعدی رو میگیریم. بله سلام صبحتان بخیر. بله خب کسایی که تازه بینیده هستن سلام علیکم صبحتان بخیر. سلام صبح شما هم بخیر برادر عزیز. کی هستین از کجا تماس گرفتین؟ احمد فهیم هستم از کابل نایف دیدانا با تماس شدیم. چی مشکلات مخابراتی؟ مشکل می شبکه مخابراتی که آنتندیشن بسیار ضعیف شده به خصوص شبکه MTN و روشان. تشکر سوالتون را گرفتیم در قسمت دیدانا. کدام صحیح کابل است؟ دیدانا نایه دیدانا حوزه هفت یا نایه هفتم. تماس بعدی را میگیریم. بله سلام صبحتان بخیر. بله سلام علیک.
تماستون وصل است برادر از اطفال کمی دور باشین ما آواز شما را خوب تر بشنویم. بفرمایید کی هستین، از کجا تماس گرفتین، چی مشکل داره؟ سلامت باشین برادر محترم، ما زیر سخنگوی صد خواهش داشتیم که از گلباغ با تماس شدیم. گلباغ؟ بله از گلباغ با تماس. بفرمایید. امیجا شبکه مثلا افغان بی سی مانتن ضعیف است، سنا مانتن ضعیف است، از مشکلات چیز زیاد داریم محترم، مشکلاتی که نت ما درست کار نمیکنه. مشکلات اینترنتی دارند؟ بله. شمسیب صحیح. تشکر. توجه صورت میگیره ان شاء الله که همه موارد یادداشت میشه. امروز در بخش صدای شما 07111 4090 شماره تماس برنامه بخش صدای شما مشکلات شبکه‌های مخابراتی. ولی سلام، صبح بخیر. علیکم سلام درود جوری. من انا اورورا. بفرمایید. مهربانی اورورا از مشکل زای که بیخی مخابراتی شبکه نستا. کوم زای کوم ولایت کی؟ کندوز ولایت نیم از کلتتی ولسوالینا. درست است برادر، ما یادداشت کردیم. بخیر و سلامت باشین. تماس بعدی را میگیریم. بله سلام، صبح بخیر. بله تماستان وصل است. شمس در رابطه با قرقه و دارلمان هم شکایت هایی که بود، آیا او سمت هم توجه صورت گرفتم؟ چالش ها مشکلات های اینترنتی بودن؟ بلکل این موضوع که شرکت های مخابراتی شریک ساختیم و خوشبختانه در صحه پغمان نزدیک قصر بله. پغمان که است، اوجه یک سایت مخابراتی با بودیجه اداره اترا جور میشه که کارش تکمیل شده، صرف هم و کار تدارکاتیش تکمیل شده و سرش کار شروع میشه در روزای نزدیک که این سایت میتونه که مشکلات صحه قرغه و بعضی جای را هم حل کنن. قرغه، پغمان، اینا همش و بالکل اونا مشکلات مسیر. داشت که جا خدمات پایین است چون اونجا سایت های مخابراتی کم است، این سایت که جور شد و مشکلم حل میشه بخیر. بسیار خوب. و خیلی زحمتان های ما از سایت چلستون اینا هم شکایت داشتن، مشکل از اینا چی بود؟ چلستون و سایت دارلمان هم همین موضوع است که سایت ها کم است اوجا و شرکت ها سرمایه گذاری نکدن و بعضی ساحات سایت های 2G است. 2G که است خوب معلوم است که خدماتش بس پایین است و اینترنت کار نمیکنه. دیو که شرکت ها گفته که در می سال در آخر ماه انشالله اوجا سایت ها را اپگرید میکنه با 3G و با 4G که با اپدیت شدنش مشکلات حل میشه. بسیار برنامه خوب اترا در رابطه به نرخ های ثابت استاندارد که در افغانستان باید باشه چی هست؟ چقدر تانستین که این موضوع را به کمپانی های مخابراتی برسانید که اونا هم توجه داشته باشند؟ چون در شرایط فعلی افغانستان همون بسای اینترنتی که شاید خیلی ها نتانند استفاده بکنن، چون یک موضوع خیلی مهم هم است که هر کی با دنیای مجازی و صفحات اجتماعی و اینترنت بیشتر استفاده میکنه در افغانستان بیشتر این گپا هست. بالکل این موضوع را خود ما در برنامه گذاشته هم زیاد یاد کردیم. اولین بار بود که تحلیل قیمت ها، مصارف و عواید شرکت های مخابراتی شد، اداره اترای تحلیل کرد. بر اساس امو تحلیل اولین بار بود که به شرکت های قیمت تعیین شد، قیمت اعظمی تعیین شد. پیش از این اینطور نبود، هر شرکت که هر قیمت دلش می شد او را تعیین می کرد. آلو گپانیس یک قیمت تعیین کرده برش که مثلا اینترنت 1 GB، 2 GB، 3 GB ای اعظمی قیمتش است. از این پایین اینا می تانند که رقابت کنن و قیمت دیگه هم کم کنن. مکالمه هم همین قسم بود، یک دقیقه یک وقت دو سال سه سال پیش 3 افغانی 3.5 افغانی یک دقیقه چارج میشد، ایرا آوردن با 2.2 افغانی در بیرون شبکه و در داخل شبکه ایرا 1.85 افغانی آوردن که قیمت ها کم شدن. شرکت ها مکلف است که بستای نو ایجاد کنن، سهولت ایجاد کنن به مردم، حتی برای سوشل میدیا اینا بسته دارن، برای فیسبوک، برای تویتر، برای واتساپ، این بستا هم برای مردم یک سهولت ایجاد کردن. بالکل مثلا یک مشتری میخواد که صرف فیسبوک استفاده کنه، ضرورت نیست که زیاد قیمت بدن برای اینترنت، یک بستا شرکت ها ایجاد کردن برای فیسبوک مشخصن که قیمتش بیخی پایین است. مثلا 1 GB اگر 110 افغانی است، قیمتش برای فیسبوک 50 افغانی و این خاطر یک سهولت ایجاد شدن. بسیار خوب. و هموطن ما که از گلباغ تماس گرفتن، مشکلاتی که داشتن، گفتن که مشکلات اینترنتی منجا بسیار زیاد بوده. بالکل دقیقا موضوعات خوری رقل دلتا اولا موضوع در قندوز نه در امام صاحب نه چه در وان بی سیم خدمت کمزوری و
غزني مالستان لسوالینم دې خدمات توجيدي او کابل کې د دیدانه ساحه کې دوی خدمات نو شکایت کو ګلباغ کې وان بي سیم قندوز کې د خدمات مشکلاتو تدې ټولو د لپاره خا خبره دا چې مخابراتي شبکې اوس کوشش کوي چې د افغانستان مختلفو سیمو ته لاړ شي هلته سرمایه‌ګذاریو کې نوي انتنونه جوړ کړي موږ تاسو لیدل په افغانستان کې جنګ و او مخابراتي شبکې نشلی کولی چې افغانستان لرې پروتو سیمو ته او ولسوالیو ته ځان ورسوي اوس هغه خبره نشته دی اوس شرکتونه هم کوشش کوي چې لاړ شي نوي ټاورونه جوړ کړي د کیفیت ټیټوالی یو عامل دا هم دی چې شبکه فراخه شوې ده مشترکین زیات شوي دي نوي سرمایه‌ګذارنده شوي ټاورونه نوي نه دي جوړ شوي چې دا هم یو عامل موجود دی بل د سایټونه اکثره 2G اوس مخابراتي شبکو چې کوم پلانونه موږ سره شریک کړي دي په دې کې ډېر سایټونه داسې دي چې دوی 3G او 4G ته اپګریډ کړي دي او نور هم اپګریډ کوي چې د دې اپګریډیشن په ذریعہ به خدمات تر ډیره حده ښه شي او کوم ساحو کې چې دا زمونږ هوادوالو شکایت درلود چې هلته خدمات کمزوري دي کوم پلانونه چې فعلاً شریک شوي دي اترا ادارې سره او کوم شرکتونه غواړي چې نوي سایټونه جوړ کړي د دې سایټونو په جوړېدو سره به د ټولو ساحو مشکلات انشاءالله چې حل شي بسیار خوب آیا کدام شرکت دیگه هم تازه پیشنهاد داده باشه که در افغانستان بیا سرمایه گذاری بکنن در قسمت نه شرکت فعلا در افغانستان 5 شرکت مخابراتی داریم و مشترکین 23 میلیون افغانا خدمات استفاده میکنن اگر تقسیم کنیم به شرکت های مخابراتی یک شرکت مخابراتی 6-7 میلیون مشترکین داره دا اگر ممالک همسایه را ببینیم د هند نفوسش خوشما میفهمین که چقدر زیاد است 1400 میلیون نفوس داره و او جم 4 یا 5 شرکت های مخابراتی است یک شرکت مخابراتی 400 میلیون مشترکین داره د پاکستان می قسم از د ایران هم به این خاطر برای د افغانستان د این حالت یک شرکت نو آوردن در مارکت بسیار مشکل است. مشکل است. نظر به کشورهای همسایه افغانستان خوب بوده، پیشتاز بوده فعالیت و کارهای مخابراتیشان یا خیر؟ اگر می 20 ساله ببینیم افغانستان زیاد پیشرفت کرده در بخش مخابرات. اگر مقایسه کنیم با ممالک همسایه اونا خود زیاد وقت شد که فعالیت میکنن. در افغانستان در بسیار کم وقت به یک جای رسیده که میتونیم که بگیم بسیار خوب است در بخش مخابرات خیلی عالی تماس های هموطنان عزیز ما هم اگر هستن روی خط بله سلام صبح بخیر بله برادر عزیز بفرمایید بله تماستان قطع شد بله تماس بعدی رو میگیریم سلام صبح بخیر بله هموطنان عزیز زمانی که تماس میگیرین امروز هم یک موضوع خیلی مهم است جایی که اینترنت های شما کار نمیکنه یا مشکلات های مخابراتی دارین میتونین که تماس بگیرین بخش صدای شما مهمان ما خواهی جلال الدین شمس سخنگوی اداره محترم اطرا با ما هستن بله سلام صبح بخیر و علیکم سلام رجال بخیر من انا ورورا سلام بخیر کوم زین عریکه هلمن قرار ده جو سر و سالی نه مهربانی از من سیما که انترنت دیر روزایی پر بسیار توجی دوستم کار نگه اینگری سیما که کدام؟ کم از سیما دا؟ اینگری گرم سی روز داری در خیلی سی من نه یاد داشت کردیم تماس شما را بخیر باشه خب تماس نداریم تشکر از هم عزیزی که بیننده صبح زندگی هستین جناب شمس صاحب ای برادر عزیز مو که آخرین تماس شانه گرفتیم خیلی در مورد عزیز بالکل هلمند که دکه مساحه چه دو یاد کرده چه الته خدمات کمزوری دی تو جی مخ که هم ما دا خبر او کلا چه دیر ساحه دسی دی پا افغانستان که چه الته دا جنگ پواجه باندی مخابرات شرکتون نشلت لی و الته دوی نوی سرمایه گذاری نشوکه ولی خدمات نشل رسه ولی اوز خوشبختانه آقا خبره نشته دی و اوز دا افغانستان دیر و لرو پرتو سیمو تا مخابراتی شبکی زی التا سرمایه گذاری که نوی انتونو جوڑی چی منگو تاسی پا دی نزدی وقتونی که شاهدانو چی بدخشان واخان پوری خدمات او رسیدل حق سیمو تا چی التا چا موبایل نپیجاندو سلتا خدمات شتا دی انترنت خلق کاروی هم دا قصی دا هلمند ولایت تا هم دیر زیاد توجه روانه دا او خپل دا اطرا اداره دا بودیجین هم من غوڑو چی هلمند که مختلف ولسوالیو که سایتون جوڑ کو او طول مخابراتی شرکتونه هم
دوی غواړي چې هلته سایټونه جوړ کړي او کوم سایټونه چې پخواني دي هغه اپګریډ کړي نوي کړي 2G یا 3G ته. نو دغه فعلاً چې دا کومې پروسې روانې دي د دې په تکمیلېدو سره به انشاءالله چې د زموږ د هیوادوالو او خاص کر د هلمند د محترم اوسیدونکو مشکلات حل شي د خدمتو. بسیار زیات تشکر آقای جلالالدین شمس، سخنگوی اداره اطرا، از اینکه لطف کردین آمدین همو مشکلات های هموطنهای ما حل شوه. همه چیز هست. تشکر از شما هم که یک برنامه جور کردین که ما میتانیم که مردم در تماس باشیم مشکلات شما بشنن. برنامه خود شما سپاسگزار هستم. سپاس نمتنان از شما عزیزا هم که بیننده صبح زندگی هستین، با ما همراه باشین. خوشبختانه قسمی که افغانستان و سریلانکا در بازی های وارمپ هندوستان تانست شکست به سریلانکا را در المپیک 2023 ژنگیم همچنان سریلانکا را شکست داد. با امید پیروزی هم افغانستان، ورزشکارا، قهرمانا، تیم‌های ورزشی ما هستیم. وقفه داریم، در بخش فکر نو با ما همراه باشید.